همین یکی دو هفته پیش یه مقاله در اومده که آقا شکر مصنوعی دی ان ای سلولاتون رو میتره کنه. قبلا هم در مورد ماکروبیوم و روده و اینجور چیزا خیلی صحبت ها بودش. امروز هم چند تا بچه ها برای من تو اینستاگرام هم فرستادن که آقا شکر مصنوعی سرطانزه، الان هم فکرم ایران نشنال و چند تا سایت دیگه گذاشته بودن. این زدم تو سر خودم. من به عنوان کسی که خیلی از شکرهای مصنوعی استفاده میکنم، چه تو غذام، چه تو آشپزی، چه به عنوان نوشیدنی، حالا هم نوشابه پپسی یا کوک بدون قند، رژیمی دایتی خیلی استفاده میکنم. این قضیه برای من خیلی مهمه. برای همین من رفتم خودم اون مقاله رو خوندم. آقا یه بار بیاین برای همیشه اینا رو با هم بررسی کنیم. آقا اینایی که میگن این کارا رو میکنه از کجاشون میگن؟ به طور مثال همون مقاله که جدیدن اومده که تخریب دی ان ای داره. دیدم که آقا اصلا این مقاله ویترو ویو نیستش. فرق این دو تا اینه که توی ویترو میان یه سلولو برمی‌دارن، میذارن تو محیط آزمایشگاهی و بالا مستقیم سرش میارن. مثلا این شکر مصنوعی یا هر چیز دیگه که میخوان آزمایش کنن، مستقیم اینجکت میکنن تو خود سلول، بعد میبینن که چی شد. اما مکانیزم بدن ما با اینکه مستقیم تو سلول ما فرو بکنن یه چیزو خیلی فرق داره. یعنی اینکه مثلا ما باید ببینیم سطح سرومی خونمون از اون ماده چقدر میره بالا که حالا اون میشه یه تأثیری بذاره. یه ذره سادهش کنم، مثلا ما توی سلول بدبخت 10 گرم آب بچپونین میپوکه، چون 10 گرم نمیتونه تحمل کنه، سلول آب جذب میکنه، اما 10 گرم آب تو سلول، سلول از بین میبره. اینکه بگیم آب باعث از بین بردن سلول میشه خیلی احمقانه. که شما 10 گرم آب نه 1 لیتر هم آب بخورین هیچ اتفاقی نمیفته. مکانیزم بدن ما برای کنترل سطح لیکوید بدنمون یا مایعات بدنمون اینه که ادرار میکنیم، درسته؟ با همین پیش‌فرض بیایم ببینیم، بررسی کنیم این تحقیق چی گفته. تو این تحقیق اومدن دوزهای مختلف این شیرین کننده به سلول تزریق کردن، دیدن که تو چه دوزی به بعد سلول رو تخریب میکنه. با توجه به داده‌های خود تحقیق تو دوز 353 میکروگرم پر میلی لیتر این مضر بوده، سمی بوده، زده سلولو ترکونده. یادتونه پیش‌فرضمونو؟ خب بعد ببینیم آقا این دوزی که به سلول دادن معادل چه دوزی میشه که ما میتونیم بخوریم. یه تحقیق دیگه هم قبلا این کارو کرده، اومده شیرین کننده مصنوعی داده آدما خوردن، دیده سطح سرومی خونشون چقدر افزایش پیدا میکنه. که لینک این تحقیقم باز میذارم تو توضیحات پایین، بغل گزینه سابسکرایب توضیحات اونجاست. طبق این تحقیق 250 میلی گرم سوکرولوز، یعنی معادل 3-4 تا قوطی نوشابه رژیمی یا مثلا 20-25 تا شاسه شکرای مصنوعی سوکرولوز، حدوداً سطح سرومی سوکرولوز خون رو بین 200 تا 400 نانوگرم پر میلی لیتر برده بوده بالا. اگه ما اون اطلاعات و نسبتی که روی تحقیق قبلی داشتیم که روی آدما انجام شده بود بیایم تعمیم بدیم به این تحقیق اخیر، یه دو تا چهار تا بکنیم، میایم به عددی میرسیم معادل 4,412,500 میلی گرم سوکرولوز که معادل حدوداً 4,400 گرم سوکرولوز میشه میرسیم. اگه شما 4,400 گرم سوکرولوز مصرف کنین برای بدنتون ضرر داره و باعث از بین رفتن دی ان ای سلول های بدنتون میتونه بشه، که این 4 کیلو حدوداً معادل 367,708 ساشه یا شاسه، هیچ وقت نفهمیدم این دو تا چی هن، یعنی متفرقشون میشه، که اونم بازه بخوایم به قوطی نوشابه مصرف کنیم این خلاصش میشه 44,125 تا قوطی نوشابه مصرف بکنین براتون خیلی ضرر داره. این حقیقت تحقیقیه که انجام شده، اما تیتری که شما میبینین تو اخبار اینه که سوکرولوز باعث ترکوندن دی ان ای بدنتون میشه. من تا حالا تو عمرم ندیدم یه آدم بتونه 44,125 تا قوطی حتی آب نه نوشابه بخوره زنده بمونه. شما اگه آب هم انقدر بخورین براتون ضرر داره. پس چرا این تیترا زده میشه تو اخبار؟ به خاطر اینکه خیلی ترنده، خیلی بازدید میبره بالا. از یه طرف دیگه این سرطانزا بودنش هم بخوایم باز بررسی بکنیم، نوشته که آژانس تحقیقات سرطانی شیرین کننده مصنوعی موجود در کوکاکولای رژیمی احتمالاً سرطانزاست. باز بریم ببینیم اون لیست رو ببینیم، یه تو همون سایتی که زده اطلاعاتش رو من خوندم، احتمالاً سرطانزاست. اینو از من همین قسمتی داشته باشین، همه چی احتمالاً سرطانزاست. این نوری که الان داره اینجوری به من میذاره میتونه احتمالاً سرطانزا باشه. لایک نکردن و کامنت نذاشتن شما هم احتمالاً میتونه سرطانزا باشه برای من. و کلاً اگه حرف منم قبول ندارین تو اون لیستم نگاه کنین، مثلا بدخوابی سرطانزا، گوشت قرمز سرطانزا، نمیدونم، تقریبا تو این بحث سرطان شما یه سرچ بزنین میبینین همه چی ربط به سرطان خواهد داشت. باز هم میگم اینا بیشتر برای تیترهای بازارگرمیه، ویو میره بالا دیگه، حال میده. اما تا این لحظه که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم هیچ تحقیق معتبری که روی انسان انجام شده باشه و نشون بده که شیرین کننده های مصنوعی ضرری برای بدن انسان داره وجود
نداره. اما تا الان تمام داده ها یا بی اثر بودن کلن رژیم این شیرین کننده ها روی سلامت رو داشته و یا حتی در بعضی موارد مفید هم بوده. یه تحقیق بوده تو ویدیوهای خیلی قدیم هم گفته بودم که اومده بودن چند تا گروه با هم مقایسه کرده بودن، گروهی که نوشیدنی جوس میخوردن حساب میوه میخوردن خواستن وزن کم بکنن، گروهی که آب میخوردن میخواستن وزن کم بکنن، و گروهی که میبودن شیرین کننده نوشیدنی های بدون کالری مثلا این نوشابه و شیرین کننده مصنوعی استفاده میکردن، اون گروهی که آب میوه میخوردن اونجوری که باید نتونستن وزن کم کنن، اما اون گروهی که آب خورده بود یا از این نوشابه های رژیمی خورده بود جفتشون بهتر وزن کم کرده بودن. و از اون جالبتر بین گروهی که آب خورده بودن یا نوشابه رژیمی، اون گروهی که نوشابه های رژیمی خورده بود بیشتر وزن کم کرده بود. نمیتونیم بگیم که آقا این نوشابه های رژیمی چربی سوزه که برای همین بیشتر وزن کم کرده بودن، نه، این یه چیز بدیهیه که آقا شما یه چیز ولای شیرینیتون رو بتونین کنترل بکنی راحت‌تر میتونین رژیمتون رو پیش ببرین. برای همین من دو هفته است شروع کردم رژیم، اما چون چرب شدم دیده باشین کلام گوگل موگولو چرب مرب شدم، پوفی موفی شدم، حال نمی‌کنم، همه جور از نوشیدنی‌های بدون کالری و کم کالری استفاده می‌کنم. این مثلا یخچال نوشیدنی‌امه که بتونم اون طبع شیرین و شیرین وله شیرین ایجاد خوردنم رو کنترل کنم، و نتیجهش این میشه که غذا میخورم دوست دارم بعدش بستنی کیک یه چیز شیرین بخورم، میام یه پپسی کوکاکولا یه چیزی میخورم شیرین حال میده اما کالری نداره و اون ولمو به شیرینی میندازه. این روشیه که من بر خودم به کار میبرم تا بتونم وزن کم بکنم و خشک بکنم و همیشه هم جواب گرفتم، خیلی راحت تر میتونم تو کالری منفی باشم. در مورد کالری منفی ویدیو زیاده و تنها دلیل لاغری همه ما همون کالری منفیه. این شیرین کننده هم انقدر بهش گیر ندیم، بابا اون یارو تو دبی فلان میگه، اون فلان میگه، میگه برین تحقیق کنیم بعد در میره. این بابا دیتا هست، داده هست، حالا اینترنت ایران ضعیف من که هستم، من براتون توضیح میدم اینجوری به دیتیل با زبون ساده. اگه دنبال تحقیقات دیگه هستین، اگه پیچیده هم دوستین زبون ساده شو خلاصه و هلو برو تو گلو متوجه شین، حتما عضو کانال هم بشین، سابسکرایب یادتون نره. من با یه ویدیوهای جدید و یه سری ایده های باحال در مورد تغذیه هم روش پخت غذاهام و اینا به زودی میام توی یوتیوب هستم و هم اونا رو اضافه میکنم. اما سیستم ما آدم ها اینجوری نیستش و اینکه ما بر مادرتو اینا دارن حرف میزنن اذیت هم میکنن. گرام سوکرولوز یه معادل 3-4 تا گوشی قوطی گوشی مرسی در رو میتونین ببندین، لازم نیست بکوبین، میشه برین. مسی ترموساله رفتین؟ نه نرفت. شما مصرف بکنی بچه رو زدن رفت، یعنی این بچه رو من باید یه کمربند من کجاست؟